با عرض سلام، در مبحث قبلی حروف ترکی معرفی شدند. اکنون در این بخش مختصری به نحوه نوشتن و خواندن حروف با خط لاتین و عربی در ترکیب کلمات ترکی پرداخته می شود. و همانا در این بحث به نحوه بکارگیری حروف در ترکیب کلمات و به تفاوت نوشتاری خط عربی در نگارش زبان ترکی و فارسی نیز اشاره خواهد شد. توجه شود که این چهارمین مبحث در این رابطه است که هر سه بخش آن به شکل فیلم ویدیویی در فیسبوک زیر نام علی محمدی و در گوگل زیر نام دستور زبان ترکی آذربایجان قرار گرفته. لطفاً به آنها نیز توجه کنید. اکنون به کارگیری حروف ترکی با خط عربی و لاتین توجه کنید. چگونگی نوشتن و خواندن حروف ترکی با خط لاتین و عربی. آ بدین سان در ترکیب کلمه به کار گرفته می شود. این آدم یعنی آدم. این آنا. آنا یعنی مادر. این کلمه عربی الان، الان، الان با عین و ا نوشته شده که در زبان ترکی به شکل لاتین بیان می شود. الان یعنی عین در زبان ترکی حذف می شود چون آوا ندارد. آوای عین در زبان ترکی موجود نیست. عادت به شکل آ عادت نوشته می شود. این حرف ب است با خط عربی و لاتین. ب بدین شکل به کار گرفته می شود. بابا، بابا یعنی پدر بزرگ. باز، باز یعنی خواهر. توجه شود که این حرف بدون نقطه هست، یعنی ای باز است. این برعکس اون. بی بی، بی بی یعنی عمه. بی بی با حرف ای نوشته شده است، با حرف صدادار ای، در صورتی که باجی او نوشته شده است. این کلمه عربی ادب، ادب بدین شکل نوشته می شود. این خط لاتین و عربی هست که آوای ج را انعکاس. آج، آج یعنی گشنه، گرسنه. جوجه، این جوجه یعنی جوجه. ترکی جوجه نیست، جوجه، جوجه است. توجه شود که این ه در اینجا در زبان ترکی ا تلفظ می شود، جوجه. این کلمه جواب، جواب یعنی جواب فارسی، جواب که از در واقع کلمه عربی هست. جواب در ترکی میشه جواب. این کلمه ترکی آغاز، آغاز یعنی درخت هست. این جوراب، جوراب یعنی جوراب. جواد، جواد اسم فارسی است ولی در ترکی میگن جواد. ها
فارسی میشه جواد. عجوز یعنی ارزان. این علامت چه هست؟ بدین شکل به کار گرفته می شود. چیچک، چیچک یعنی گل، بوته گل. چلمق یعنی زدن، نواختن، مثل موسیقی ساز زدن، چلمق. گوچ، گوچ یعنی گوچ، گوچ. قط یعنی فرار کن، بدو. این چمن، چمن یعنی چمن، فارسی میشه چمن، ترکی چمن. این چخ، چخ یعنی زیاد. اوچ یعنی سه، اوچ. چمله بل، چمله بل اسم اون منطقه بود که کروغلو در اونجا بود. چمله بل. این علامت دی است با خط عربی و لاتین که بدین شکل نوشته می شود. ده ده یعنی پدر. ا اینجا هی عربی ا خونده می شود. ده ده. داداش، داداش همین داداش، فارسی هم داداش میگی، برادر یعنی. میداد، میداد یعنی مداد، مداد فارسی. فارسی مداد میشه، ترکی میشه میداد. داش یعنی سنگ. ال یعنی دست. این حرف ا هست با خط لاتین که در خط عربی در فرم‌های مختلف نوشته می شود. این حرف ا است که با خط عربی در فرم‌های مختلف نوشته می شود. این حرف بدین شکل به کار گرفته می شود. حمید، ننه، ننه یعنی مادر. عباس. توجه شود که در زبان ترکی تشدید نیست. در نتیجه کلمات عربی که تشدید دارند در زبان ترکی به شکل عباس یا عباس نیز گفته می شود. اون ب که تشدید داره دو مرتبه تکرار می شود. توجه کنیم که من اینجا چی نوشتم. حرف ه عربی در زبان ترکی به شکل ا بیان می شود. مثل ترکی ننه. ننه به دو شکل نوشته می شود. دده. دده یعنی پدر به دو شکل نوشته می شود. به هر حال این ه آخری ا تلفظ می شود. در مواردی حرف ه در ترکی به شکل ا ولی در فارسی، اینجا یه غلطی هست اونو درست کنم، فارسی به شکل ای خوانده می شود. در فارسی به شکل ای خوانده می شود. مثال فارسی تپه، تپه با تشدید. در ترکی میشه تپه، تشدید به کار گرفته نمیشه. تپه. فارسی لپه، ولی ترکی لپه میشه لپه. توجه شود که بعضی کلماتی که بین فارسی و ترکی مشترک هستند در فرمهای مختلف بیان میشود. نمونه این دو حرف، تپه تپه، لپه لپه. حرف ه در کلمات عربی فارسی به شکل ه نوشته و یا خوانده می شود. مثال توجه، ه، به به. هر دوتاش، هر دوتا ه
به شکل ه خوانده می شود. این علامی که ملاحظه می فرمایید انعکاس کننده آوای ای هست. ای بدین شکل به کار گرفته می شود. ای باد. ای باد. اشیت. بشنو. بشنو. اشیت. اطاعت. این عربیه. در ترکی این کلمه را از زبان دیگه گرفته ولی تغییر میدهند به شکل ترکی تلفظ میکنند. اطاعت میشه اطاعت. این عین نیز به شکل ا که روش اطاعت سرکش داره و بدین شکل بیان میشود. اطاعت. حرف ا در زبان ترکی به شکل ای 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 و اینطوری و یعنی در همه اینها در زبان ترکی به جای ای نوشته می شود. مثل عباد، اماد، یعنی این عباد نوشته می شه ولی در ترکی به شکل عباد تلفظ می شود. کلمات ترکی مثل ال، یل، اشیت. این علامتی که ملاحظه می فرمایید حرف ف است. ف فال بدین شکل به کار گرفته می شود. فال. فال گرفتن. فلک. چرخ و فلک. فهله. کلمه عربی فهله. الف. کلمه عربی یا فارسی است. الف. ترکی میشه اوت. این علامت آوای حرف که را در خود انعکاس میدهد. مثل گل. گیت. گل بیا. گیت برو. گل بخند. گل. گل یعنی دریاچه یا آنجایی که کشاورزان آب نگه می‌دارن. گل. این حرف آوای ه را انعکاس می‌دهد. ه در خط عربی به اشکال مختلف یعنی به دو شکل اصلی نوشته می شود. مثل حسن اسم همیشه در ترکی میشه همیشه. همیشه. همیشه نیست همیشه. اهر میشه اهر. او هست. او. خط با خط لاتین با خط عربی به فرمهای مختلف نوشته می شود. این در فارسی موجود نیست. مثل اولچه مملکت ایالات. اپمک بوسیدن. بلمک تقسیم کردن. بلوکه کردن. عمر اسم آدم مرد. بلمک و اپمک مستر هست. مک داره. مک علامت مستری هست. این علامت آوای حرف ق هست که در عربی قاف میگویند. قاف بدین شکل نوشته می شود. گارداش برادر. قهوه ترکی میشه قهوه. قهوه. آلاگ یعنی بگیریم. آلاگ. اینجا چی نوشتم؟ حرف ق یا قاف در زبان ترکی به شکل عربی در گلو بیان نمی شود بلکه در انتهای دهان گفته و یا ساخته و بیان می شود. حرف قاف
در ترکی تقریبا هماوا با حرف گ یا ق گفت فارسی بیان می شود. مثل گفت، بله. این علامت پ صدای پ را بیان می کند و به شکل پنجره، یعنی پنجره، پنجره، پارچا یعنی پارچه، پارچا بیان می شود. توپ، توپ یعنی توپ، توپ. این علامت ر هست، ر مثل ریحان، ریحان. آراز، آراز یعنی ارس، آراز، رود ارس منظور. اهر، شهر اهر. این سه است که آوای سه را بیان می کند که با خط عربی به دین فرم، یعنی سه فرم بیان می شود که اینها در زبان ترکی موجود نیستند و همه اینها به شکل سه گفته می شود. مثل سلجوک، مثل ترکی سلجوک، ایل سلجوک، سلجوک. صبر، صبر کلمه عربی هست. صباح کلمه عربی، صواب کلمه عربی. اینجا این چهار حرف عربی در زبان ترکی هماوا با حرف سه دنده‌دار تلفظ می شود. این حرف ش هست، مثل شنلیک یعنی جشن، شهر یعنی شهر، در ترکی میشه شهر، شهر. یاش یعنی سن و یا خیس. داش یعنی سنگ. این علامت ت است، ت با خط عربی بدین شکل نوشته میشه که در زبان ترکی فقط به یک شکل تلفظ میشود. مثل تاریخ، تاتار، تاتار. اتاق، اتاق. تات، تات. یه زبانیه. این حرف او هست، او، و بدین شکل نوشته می شود. اوشاق بچه. دوغرو یعنی درست، راست. دوغرو. اولدوز، اولدوز یعنی ستاره. حرف او در زبان فارسی به شکل او با دو و سه علامت نوشته می شود و هماوا با حرف او هست. او یعنی سوم شخص مفرد. او یعنی این او به شکل سوم شخص مفرد فارسی مثل او تلفظ می شود. این علامت آوای حرف او را بیان می کند. او در زبان فارسی موجود نیست و به شکل اورک، او نوشته می شود. اورک یعنی قلب. دوشنمک، دوشنمک یعنی فکر کردن، تفکر کردن. دوشنمک. سوزمک یعنی آب کشی کردن. دوزمک یعنی کنار هم چیدن. این حرف، حرف وی است. وی مثل ولی، ولی. ایو یعنی خانه. ورماک، ورماک یعنی زدن. ورماک. وار، وار یعنی هست. این علامت یه هست، این حرف یه در فارسی هست
ولی نوشتنش مثل ی یا ای نوشته و تلفظ میکنن. این حرف بدین شکل به کار گرفته می شود. یال ی یال گز ی ی یال گز. یای لک یعنی آنچه که تابستانی هست. یای تابستان. یاز یعنی بهار. این علامت خ هست. علامت خ آوای خ را بیان میکند. یخش یخش یعنی خوب. خبر خبر. خمیر خمیر. یخ یعنی نیست. این علامت آوای حرف ز را دارد. ز با خط عربی در چهار فرم نوشته می شود که همه اینها در زبان ترکی به شکل ریزه و یا به شکل زی لاتین تلفظ می شود. ضمیر مثل ضمیر، ضمیر شخصی. ذات، ذات یعنی چیز، چیز اصلی. زهره، زهره کلمه اسم عربی زهره، ولی در ترکی میگن زهره، زهره، زهره خانم. زفر. لطفاً به نوشتن و خواندن این حروف در این دو جدول کوچک توجه کنید. این حرف او هست، او که با خط عربی با این حروف نوشته می شود. مثل اولکه کشور، اپمک بوسیدن، بلمک تقسیم کردن، اومر اسم است. این آوای حرف ای است که در این فرم ها یعنی به کمک و و یا الف و غیره نوشته می شود. مثل یورک یعنی قلب، دشمک فکر کردن یا تفکر کردن، دوزمک یعنی پشت سرم چیدن، سوزمک آب کشی. این علامت او هست. او با خط عربی به اشکال مختلف نوشته می شود. مثل اون ده، عمان دریا، شهر و اسم کشور است. اکتبر دلمک پر شدن، سون آخر. این علامت او هست. او نیز به وسیله و و الف و غیره نوشته می شود. مثل اوشاق، دغرو، راست، درست، قلدوز، ستاره. این سه علامت، این اولی حرف صدادار، صدادار ای هست که به وسیله الف، ی و ای و غیره با خط عربی نوشته می شود. مثال ایلدرم، ایشکلک، روشنایی، دای، دایی. و این علامت ای هست. ای، ای با خط عربی به اشکال مختلف نوشته می شود. مثل ایش، ایکه، دیش، دمیر، آهن، ایران. این یه نیز با حرف ای یا یه عربی نوشته می شود. مثل یالگز، یایلک، تابستانی. یالگز یعنی تنها، یایلک تابستانی، یای تابستان، یاز بهار.